أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين ثم الصلاه والسلام على سيدنا ونبينا حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلا آله طیبین الطاهرين المعصومین سیوم الحجة بقیت الله الاعظم روحی و العالمين له الفداه اللهم كل ولی الحجة الهجت ابن الحسن صلواتو که علیه و آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة علیا و خافضا و قائدان و ناصرا و دلیلا و غینا حتی تسکنه و ان و تمتعه فیها طویلا ارز تسلیت محضر امام زمان علیه السلام آن یار سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست هر کجا هست خدایا به سلامت دارش الله این ازاداری های ما این توسلات ما تسلای خاطر قلب امام زمان باشه یک سلوات بفرستیم <بتصفح> با عبدالله الحسین به فرزندشون امام سجاد علیه السلام این وصیت رو کردند که خون من از جوشش نمی ایستد تا مهدی من ظهور پیدا کند بعد حضرت فرمودند جریان خون من مانند جریان خون یحیاست وقتی بخت و نصر حکومت رو دست گرفت پیرزنی اومد جلوی بخت و نصر و گفت وسط شهر خونی در حال جوششه که از جوشش نمیفته بخت و نصر گفت باید چیکار کنیم اون گفت انقدر آدم بکش تا انتقام قاتلین سر مقدس رو بگیری حتی اونایی که سکوت کردن در برابر این جریان سبعین الف کشت هفتاد هزار نفر تا این خون از جوشش افتاد ابا عبدالله فرمودن جریان ما همین جوره مهدی ما قیام میکنه و انتقام خون من رو میگیره حتی یب الله المهدی فیقتل علا دمی من المنافقین الكفره سبعین الفا انشاءالله جز خون منتقمین خون امام حسین علیه السلام باشیم جز یاران حضرت مهدی باشیم سلوات دوم رو بلندتر بفرستیم اللهم صلی علیه یک سوالی که بسیار توی منبرهای حسینی بیان می شود و خوبه که این سوال رو بهش برسیم این است چرا امام حسین علیه السلام برخلاف همه اهل بیت دیگر یعنی یازده امام دیگر عمل کردند همه یازده امام دیگر البته باید بگیم ده امام دیگر در برابر اون پیشنهادی که خلیفه ظالم وقت به ایشون میدادند امام بین در برابر خلیفه ایستادن یا تقیه کردن یعنی مبارزه پنهانی حفظ جان خودشون رو قبول میکردند و تقیه میکردند یک امام داریم که توی همین شرایط یعنی خلیفه وقت به ایشون پیشنهاد داد که بیا با من بیعت بکن یک امام هست که خلاف سیره پدر خودش خلاف سیره برادر خودش و خلاف سیره فرزندان خودش گفت من بیعت نمی کنم یعنی حفظ جان رو من قبول ندارم من نمیخوام جانم حفظ بشه من نمیخوام بد بکنم از اهل و ایال خودم میخوام بچه هم اصلا اسیر بشن آدی بالا سیاهی که رنگی نیستش که تو میخوای بکشی بکش اینا عین کلمات امام حسینه با با میکشم به تو بکش بچه ها تو اسیری میگیریم بگیر بالا سیاهی که رنگی نیستش که آقا چرا این ادبیات رو امیرالمؤمنین تو اون 25 سال نداشتند چون مثلا از اون اول حضرت قیام نکردن بعد نفهمودن که میخوای جونام بگیری بگیر امام حسن مجتبی علیه السلام چرا این ادبیاتو نداشتن آقای معاویه شما میخوای به زور از ما با ما صلح بکنیم ما نمیپذیریم بیا با هم جنگ بکنیم تو یه نفری باش یه نفر باشم جونم بره دیگه جوابی که معمولا میدن این جوابه خود امام حسن جوابش رو داده یزیدون معلنون بالفسق شارب الخمر قاتل و نفس المحترمه یزید خب فسق و علنی کرد قاتل بود یزید شارب الخمر بود چون یزید گناه رو علنی کرد یه امام حسین میخواد که بیاد در برابر این یزید که گناه رو علنی کرده به ایستد معمولا این جواب رو میدن باقیه خلفا گناه علنی اینجوری نداشتن لذا اهل بیت میگفتن اینا حفظ خلاصه ظاهر دارن میکنن ما با اینا چیکار میکنیم به ظاهر بیعت میکنیم من یک روایت براتون بخونم ببینید سیره بقیه اهل بیت چی بوده روایت کجاست در کافی شریف اصول کافی فروع کافی خیلی ها محکمه سهل ابن زیاد ان و رفاعه میگه کنتو من عبی عبدالله, عب، عبدالله صادق امام صادق علیه السلام و دخل نا علا عبل عباس بل حیره یکی از خلفای عباسی میگه ما در حیره عراق بر او وارد شدیم فقال یا عبا عبدالله امام صادق به امام صادق گفت یا عبا عبدالله ما تقولو فسیام روز اول ماه رمضان بود آقا نظر شما درباره روز گرفتن امروز چیست کی میگه خلیفه عباسی فقو فقال صادق ذاک ال الامام ان صمت صمنا و ان افطرنا افترت افترنا میفهمید یعنی چه امام صادق که امام مسلمه در پاسخ خلیفه ظالم قاسب عباسی میگه اگر تو روزه بگیری ما روزه میگیریم و اگر تو روزه رو بخوری ما هم روزه رو میخوریم چون تو امام المسلمین هستی زاکه الال امام فقال یا قلام علیه بالمائده اون نامرد برای اینکه امام صادق روزه ی واجبش رو بخورند گفت برو سفره رو پهن بکن روز اول ماه مبارک رمضان امام صادق ظهر نهار خوردند علنی امام صادق روزشون رو خوردند علنی رفاعه میگه آقا این چه کاری بود شما کردید ما با هم روزه بودیم چرا شما روزتون رو خوردین شما که میدونی امروز روز اول ماه رمزونه ازت فهمدن رفاعه دوست داشتی اون سفره ای که پن شد سر من جعفر ابن محمد وسط اون سفره بود من به خاطر اینکه سرم نره وسط سفره این جمله رو جواب دادم و روزمم خوردم برای حفظ جانم برای حفظ جانم من چون سوال میپرسم امام صادق به ظاهر روزشون رو خوردن دیگه برای حفظ جانشون چرا امام حسین کار نکردن مروان که به امام حسین گفتش که آقا اصلا تو نمیخواد روز بیعت بکنی که مردم بفهمن شبانه یه بیعت بکن من به یزید میگم با من بیعت کرد حضرت چه حرفی داری میزنی؟ مثلی لا و بای او مثله ببین امام, امام حسین نفهمودن من با یزید بیعت نمیکنم ها. فرمودن تیپ ما, ما اهل بیت مؤمنین مثلی لا یوبای و مثله تمدن اهل بیتی با تمدن استکباری یزید اصلا ارتباطی برقرار نمیکنه برجامی امضا نمیشه بین ما قراردادی بین ما امضا نمیشه من منظورم از برجام قرارداد بود قراردادی بین ما امضا نمیشه مثلی لا یوبای و مثله نگفتن انا لای ابای او یزید گفتن مثلی فرمودن حیات علال اسلام از سلام که از بولیت الاسلام به مثل و یزید یعنی من با این جریان اصلا مخالفم نه خود یزید این جریان رو من مبارزه میکنم لذا آشورا الان زنده است ما دائما میگیم مثلی لا یوبای او مثله چون کاملا زنده است الان هم مثل مثلا هست خود اون مثلا الان زنده این جریان خیلی مهمه خیلی راحت هم ازش میگذرم میگن یزید شاره بول خم بوده فاسق بوده آقا ببخشید بخشید من شما معرفی میکنم خلفای بعد از یزید اگر یزید شراب میخورد خلفای بعد از یزید تو استخر شراب شنا میگردند شارب الخم فکر کردی یزید فقط شارب الخمر بود بعد از یزید استخر شراب بود تو شنا میکردند. آقا اگر یزید میمون باز بود متوکل عباسی تو تاریخ برات سند میارم من معذرت میخوام بالای منبر این حرف رو میزنم بحث درست بشه اون نامت جنس باز بود فرزدق شعر گفت گفتش که من زبان شرم میکنه دبل خوزایی معذرت میخوام دبل خوزایی شعر گفت در اقانی فرج اصفهانی هست گفت زبان شرم میکنه بگم چرا ترک های بندگان ترک متوکل بندشون شده بود بیشتر باز نکنم متوکل بنده بندگان ترک شده بود چرا؟ میگه زبان شرم میکنه بگم فکر کردیدون اون کم فسخ داشتند آیا به خاطر اینکه خلف خلیفه ملعون یزید مؤلنون بالفسق بود امام حسین قیام کرد خروج کرد جواب خیر پاسخ چیست حالا من یه اون بازم از ظلمو بگم اینقدر حیفم میاد که این بعضی وقتا از بعضی از سوالات کربلایی افراد رد میشن و به عمق معارف کربلا نمیرسند چون نگاه بعد از یزید کسی اومد به نام حجاج ابن یوسف حاکم بود حاکم زمان هشام ابن عبدالملک بود این حجاج ابن یوسف اینقدر آدم کثیفی بود که هر بار میخواست یه مسافرتی بره میگفت من میخوام یقین پیدا بکنم که این مسافرت من قصد قربت الله داره مثلا ما الان دوره هم جمع میشیم میگیم آقا یه حدیث کسا بخونیم یقین پیدا بکنیم که این اجتماعمون نورانیه چون شیعیان وقتی جمع میشن حدیث کسا میخونن خدا این جمع دوست داره این گفت من میخوام هر بار مسافرت بکنم میخوام یقین پیدا بکنم که خدا مسافرت من دوست داره لذا تو هر مسافرتی بنابر اهمیت اون مسافرت شیعیان بزرگی رو میکشت یه مسافرت خیلی مهمی میخواست بره گفت تو این مسافرت به خاطر اهمیتش من قنبر رو باید جلوی بکشم لذا قبل از مسافرت قنبر رو صدا زدن قنبر اومد اون حجاج گفتش که مولای تو کیه قنبر خندید گفت توی عالم مولایم غیر از امیرالمؤمنین وجود داره گفت دین تو از کی گرفتی گفت توی عالم دینی غیر از امیرالمؤمنین وجود داره گفت از علی براعت به جوی. گفت من اگر از علی براعت بجویم، به, به کی تولی داشته باشم توی عالم حقیقتی هم هست که به اون وابسته بشم تولی داشته باشم حجاج دید انگار این آدم بشون نیست خلاصه گفت برای علی چی کار میکردی؟ گفت من برای علی آب وضو میگرفتم آب وضو رو میبردم علی که میخواست وضو بگیره این آیه قرآن رو میخوند کدوم آیه قرآن حجاج گفت چی میخوند فلم ما نسو ما ذکرو به فتحنا علیهم ابواب کل شیء حتی اذا فرحو به ما اوتو اخذناهم بغتتن فاذا هم مبلسون ما به افراد ظالم نعمت میدیم وقتی فرحناک شدن از این همه نعمت یک مرتبه آنچنان جانشون رو میگیریم که فرصت توبن پیدا نکنن حجاج گفتش که این آیه رو برای کی میخوند قنبر گفت برای توی نامرد فکر نکن اون بالا نشستی اوزاد خوبه خدا جونتون تو میگیره وحشتناک حجاج گفت زبونشو بکشین بیرون قنبر غلام امیرالمومنین چقدر خوش آمد یه موقعی رهبر عزیز ما فرمودن که بعضی ها من رو با امیر مقایسه میکنن من مو به تنم سیخ میشود ما قابل مقایسه با قنبر قلام امیر نیستیم ما قابل مقایسه با جون قلام سیاه ابا عبدالله الحسین نیستیم اونا خیلی مقامشون بالا بود اینجوری بودن چون فکر کنید مثلا خلفای بعدی بعد از جریان امام حسین از نظر فسق و فجور آدم شدن نه اینجور نبود سوال چرا امام حسین علیه السلام خلاف سیره همه اهل بیت اینجوری اومد وسط میدون مخالفت کرد با خلیفه وقت و جانشون اینجوری گرفته شد اهل بیتشون هم به این طرز اسیر شدند جواب چی آقا از اینجا ما وارد بحثمون میشیم تو این چند شبی که محضرتون هستیم پاسخ به همین سواله پاسخ ساختاری بعد از پیامبر اکرم در جامعه اسلامی به اسم اسلام پدید آمد که این ساختار این نظام این برنامه نتیجه و ثمره اش این شد که یزید وقتی به سلطنت رسید از اینجا تو جملات بنده پاسخ هست یزید وقتی به سلطنت رسید راحت گفت لعبت هاشم و بالملک فلا خبرون جا اولا وحی نزل تمام دین بازی بود که سر ملت در آوردن برای به دست آوردن ملک نه قرآنی هست نه دین برو بابا پیامبر اکرم 6800 سال فرهنگ بت پرستی فرهنگ شرک فرهنگ تاقوت رو توی 23 سال نابود کرد معجزه پیغمبر اینه معجزه پیغمبر اینه هیچ کدوم از انبیاء قبل از پیغمبر به این درجه نرسیدند یا حضرت موسی اون پیغمبری که بالاترین اسمش در قرآن هست و خدا خیلی به حضرت موسی مباهات میکنه و علاقه داره چون خیلی داستانش رو تکراری هی نقل میکنه سمره کار حضرت موسی چی شد؟ ببینیم ته داستان رو نگاه بکنیم این جزء آخرین آیاتیه که درباره داستان حضرت موسی هست میدونین حضرت موسی این همه سال مبارزه کرد یستحیون نساءهم بچه هاشونو رو میکشتن زنانشون رو اسیر میکردن اینا این همه مبارزه با فرعون کردن فرعون 400 سال عمر کرد این همه مبارزه با فرعون کردن آخر آخرش که اومدن از دست فرعونیا فرار بکنن رسیدن دم نیل اون طرف فرعونیا داشتن می اومدن ان ربی سیهدین وقتی به بنبست رسید موسی گفت خدا با منه نیل شکافته شد موسی و قومش رد شدن فرعونیا غرق شدن آخر داستان چی شد آقا آخر داستانو بگو آخر داستان این آیه قرآنه خدا میفرماید اینا وقتی غرق شدن فکر کردید چی گفتن مثلا فکر کردی خدا پرست شدن یا الحمدلله ما از دست فرعون و فرعونیان نجات پیدا کردیم سوره اعراف آیه 138 و جاوز ناب بنی اسرائیل البحر و علا قومن یعکفون علا اسنامن لهم قالو یا موسا اجعل لنا الهن کما لهم آله ها. اینا وقتی رسیدن به اون وره نیل خیالشون راحت شد فرعون و فرعونیان از بین رفتن الان دیگه میشه حکومت اسلامی تشکیل داد یه مرتبه ایده زیادشون برگشتن بحث موسی چی گفتن گفتن موسی اون خدایی بود که هی میگفت یه خدایی هست ما گفتیم که ارنی انظور اجازه بده ما خدا رو ببینیم و از این حرفا ما رفتیم و سائقه اومد و نتونستیم خدا رو ببینیم و این حرفا ببین ای موسا اینا یه خدایی دارن دارن میبیننش یه خدای دیدنی به ما بده اجعل لنا الهن کما لهم آله ها. ما اینجوری میخوایم خدا برستی بکنیم حس موسا گفت بابا انتم قومون تجلون جریان حضرت مسیح چی شد؟ جریان حضرت مسیح گفتن چی؟ گفتن ان الله ثالث و سلاسه ایسا هم پسر خداست و الان هم رفت خدا و پسر خداست از این حرف پیامبر اکرم توی 23 سال چیکار کردند؟ عبدالله ابن ابی دو اومد پیش پیغمبر اکرم دیدن دوتا لونگ داره زلبجادت این میخوام بخوام زلبجادت دو دوتا لونگ داره پیانبر اکرم خنده ای کردم پسر پولدار مدینه بود خنده ای کردم فهمده این دوتا لونگ چیه تو که اینقدر پولدار بودی بابات لباس فلان گفت یا رسول الله عاشق تو شدم وقتی اون میخواستم بیام پیش تو بابام گفتش که بیاری پیش پیغمبر هیچی نداری گفت من هیچی نمیخوام گفتم هیچی نمیخوام بابام گفتش که اگه هیچی نمیخوای پیرنت هم در بیار پیرن هم در فقط دو تا لنگ تونستم گیر بیارم خودم بپوشونم یا رسول الله به عشق تو اومدم حضرت فرمودن اسمت چیه گفت عبدالعزا حضرت تو عبدالله هستی بعد عبدالله زل بجادت این معروف شد دوتا لنگی عبدالله دوتا لونگی قد عاشق درست کرد پیغمبر اکرم یه حکومتی تشکیل داد به اشاق از مکه که همراه پیغمبر اکرم مهاجرین اومدن اینا خونه زندگیشون رو به عشق پیغمبر گذاشتن تو مکه بر اومدن هیچی نداشتن این اصحاب صفه رو چرا میگن اصحاب صفه چون اومدن تو مدینه نه خونه داشتن نه امکانات زندگی نه لباس اینا میشستن روی سکوی مسجد چون پوشش نداشتن که واجبات خودشون بپوشونن باید میشستن اتمن بعد میخواستن نماز بخونن یه دستمالی یکیشون میگرفت به خودش نماز میخوند میشست میداد به اون یکی دیگه اون یکی بلند میشد نماز میخوند اولی که اومدن تو مدینه اینجور بود بعد پیانبر اخوت برقرار کردن انصار مالشون رو با مهاجره نصف کردن گفتن ما هرچی داریم نصف اینجوری بود اول کار با عشق اومدن حکومت تشکیل دادن چه حکومتی تشکیل دادن حکومتی که خود امیرالمؤمنین میفرماید ما دور پیغمبر بودیم قلوب و نافل جنان با هم کار میکردیم قلبمون پیش خداوند متعال بود اصلا شما تو رو خدا کلمات پیغمبر رجب خ... ت... کلمات امیرالمؤمنین المؤمنین به خاطراتش کنار پیغمبر رو بخونید رفقایی که داشت امیرالمؤمنین برادران دینی که با هم دیگه بودند یک تمدن بسیار عظیم این سر جای خودش 28 سفر با جای موضوع صحبت بکنیم خب این تمدن چی شد این تمدن بلافاصله بعد از پیغمبر اکرم توسط یه جریانی که باید اینم بشین بررسی بکنیم که ما معتقدیم همون جریان یهود هست لتجدن نه اشد در ناس للذین آمن الیهود این جریان منحرف شد با ابزار سقیفه شیوه انحرافش توی صقیفه فاطمیه براتون گفتم بازم باید بگیم که چه دیکتاتوری را افتاد مادن در خونه دختر پیغمبر اکرم این وضعیت رو اول کار را انداختن انصار از ترس اینکه ناموسشون در خطر بیفته تو خونه خزیدند بعد یه جریان دیکتاتوری پادشاهی بعد از پیغمبر اکرم حاکم شد به اسم خلافت رسول الله و این جریان با نماز و روزه و ریش و پشم و ظاهر اسلامی ساختارهای شاهنشاهی غرب و شرق رو توی جهان اسلام حاکم کردند امپراتوری روم و ایران رو حاکم کردند در جهان اسلام به اسم خلافت به اسم حکومت اسلامی ظاهر پوسته حکومت اسلامیه پوسته کشور اسلامیه اما ساختار کشور کفره سبک زندگی کفره ساختار اقتصادی ساختار سیاسی و ساختار فرهنگی کافرانه است اینا رو کامل باید بررسی بکنیم تک تک نوآوری های فرهنگی پیغمبر اکرم برای نجات جامعه اسلامی از هر گونه زشتی و آلودگی توسط اون حاکمان بعد از پیغمبر اکرم به انحراف کشیده شد خیلی سریع هم توی رسانه میمادن میگفتن فلان چیز رو پیغمبر حلال کرد ما حرام میکنیم فلان چیز رو پیغمبر حرام کرد ما حلال میکنیم متعتان پیغمبر حلال کرد من حرامش میکنم جوانی که مقدور براش نیست الان ازدواج دائم بکنه ازدواج موقت رو پیغمبر حلال کردن اون سریع اومد گفت من حرامش میکنم این در ساختار فرهنگی جامعه اسلامی نباید باشد جنگ میشد خیلی از خانواده ها بی سرپرست می شودن. برای اینکه سرپرستی اتفاق بیفته و جریان نامحرم نباشه محرمیتی حاصل می شد اون گفت من اینا حرامش میکنم و ساختارهای فرهنگی دیگه ساختار اقتصادی از دوره خلیفه دوم ساختار اقتصادی کاملا ساختار اقتصادی ناعادلانه شد از اون دوره بود که به اسم همراهی پیغمبر اکرم حقوقهای مفت کلانی به عده‌ای میدادند زبیرها زبیر شدن یه مرتبه ای مادم به پیغمبر اکرم ف... عرضه داشتن ملغنا آقا غنا چقدر حد غنا؟ قنا یعنی بینیازی نه یعنی ثروتمند شدن البته بعدا تو ساختار اقتصاد اسلامی خواهیم گفت که اصلا اسلام دنبال ثروتمند شدنه این موضوع بررسی خواهیم کرد اما اومدن به پیغمبر اکرم گفتن آقا مل غنا یعنی چجوری آدم چقدر پول داشته باشه بینیازه نوع ساختار اقتصادی که سر غرب تحمیل میکنه بر دیگران چیه؟ اینکه تو هر چی بدوی باز نیازمندی. حالا اینو بررسی میکنیم غنا در اسلام یه موضوع خیلی مهمیه. این بی نیازی الاستقناء عن الناس، افضل العباده. بالاترین عبادت بی نیازی از دیگرانه. مال غنا، غنا چقدره؟ حضرت فرمودن خمسون دینارا. پنجاه دینار طلا، پنجاه سکه تلا راحت صحبت بکنیم. پنجاه سکه طلا کسی پنجاه سکه طلا داشته باشه چیه بینیاز میشه میتونه یک کاسبی خوبی داشته باشه یه خونه خوبی بگیره یه زندگی خوبی داشته باشه در زمان خلیفه دوم فقط تلهه به بهانه اینکه ایشون یار پیغمبر اکرم بوده روزی هزار دینار طلا درآمدش بوده از اینجا وارد یه چیزی میشیم یه بدعتی میشیم به نام حقوق و درآمد در زمان ساختار پیغمبر ساختار اقتصادی زمان پیغمبر اکرم درآمد به کار بوده کار عرق امیر بالاترین شخصیت اسلام بعد از پیغمبر اکرم عرق میریخت حقوق مفت نبود اما یه مرتبه ساختار امپراتوری گری در دوره خلفا میاد جریانی رو پدید میاره افراد مفت بخورن مفت بخوابن حقوق مفت بگیرن آقا چرا ایشون داره این حقوق داره میگیره سابقهش خیلی زیاده سابقه یعنی چه من نمیفهمم اون جوان مؤمنی که عاشقانه اومده الان به جرم جوان بودن نباید حقوق بگیره و اون پیرمرد به جرم سابقه باید حقوق کلان بگیره آره دیگه چون ساختار امپراتوری اینجوریه یک تمدن که پیامبر اکرم ایجاد کرد من حاضرم ده شب فقط بیام درباره ساختارهای اقتصادی سیاسی و فرهنگی پیغمبر اکرم که چه تمدن عظیمی رویشون ایجاد کردن صحبت بکنم بعد بیام به شما دور ده شب دیگه بگم چگونه در دوره جریان سقیفه تمام این ساختارها آرام آرام منحرف شد یه سخن خیلی خندداری بعضی ها میگن میگن خب بعدش که حکومت رسید دست امیر چرا امیر ساختار ساختار درست نکرد؟ چون میدونید ادامه صحبت ما چیه دیگه خودتون دارین حدس میزنید اون ساختارهایی که بعد از پیغمبر اکرم انحراف به انحراف کشیده شد همون ساختارها امام حسین رو طوری کشت که یزید گفت قتل الحسین به صیف جده یعنی یه عده توی ساختار اقتصادی طوری بزرگ شدند و از دل این ساختار اقتصادی ساختار سیاسی زایمان کرد و از دل این ساختار سیاسی ساختار فرهنگی زایمان کرد که افراد سینهشون رو سپر میکردن میگفتن قتل الحسین به صیف جده سینهشون رو سپر میکردن وضوع میگرفتن قربتن الله امام حسین رو میکشتند اصلا پنهانکاری نبود من بارها گفتم گفتم یکی از نشانه های پیروزی امام حسین برای مقابله با اون ساختارها این بود که بعد از امام حسین از امام سجاد تا امام حسن عسکری رو وقتی میخواستن بکشن پنهانی میکشتن این نشانه چیه؟ نشانه پیروزی امام حسین هیچ کس دیگه بعد از امام حسین به نحو امام حسین کشته نشد چرا؟ چون امام حسین پیروز شد من شما سوال میپرسم کی میدونه امام سجاد چگونه به شهادت رسید؟ اصلا شما نمیدونید. اما اگر شما صد سال صد سال چیه؟ الان هزار و ست سال دارن آجاب کربلا صحبت میکنم باز تموم نمیشه ما تو زیارتنامه امام حسین علیه السلام دقیقا همین جمله رو میگیم میگیم تو میدونی چی رو کشته شدی؟ قتلتم على منهاج رسول الله شما بر اساس دین پیغمبر اکرم کشته شدید خیلی این تو زیادنامه امام حسین قتلتم الا منهاج رسول الله یعنی کاملا بر اساس فرامین پیغمبر شما کشته شدید خیلی عجیبه چه ساختار اقتصادی غلطی توسط صقیفه بعد از پیغمبر اکرم ایجاد شد که توی این ساختار امام حسین علیه السلام ظهر آشورا بلند شدند گفتن الستو ابن نبی یکم الستو انا سید و شباب اهل الجنه آیا من پسر پیغمبر نیستم ببین این جمله ای ان الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه رو مردم حفظ بودند که امام حسین جمله رو فرمودند امام پیامبر اکرم کاملا فرهنگ سازی کرده بود برای بعد خودش اینا گفتنی نیست همه تون بلدین یعتکم کفلین من رحمتهی هزاران بار پیامبر اکرم فرمودن کفلین یعنی دو بال رحمت الحسن و الحسین هستند زینت دوش نبی روی زمین جای تو نیست تمام مردم میدونستن پیغمبر اکرم زینت دوش پیغمبر. امام حسین زینت دوش پیغمبر اکرم است زید ابن ارقم هم سن امام حسین علیه السلام تو کاخ یزید وقتی اون صحنه وحشتناک رو دید نتونست تحمل بکنه کنار یزید وایساده بود گفت یزید پنج سالمون بود کوچیک بودیم سه چهار سالمون بود تازه راه می رفتیم من و امام حسین من و این آقا وارد مسجد پیغمبر اکرم شدیم پیغمبر اکرم تا این آقا رو دید روی زانوی خودش نشوند یقبل و جبینه و یل ثمفاه همین جایی که داری میزنی رو میبوسید پیغمبر اکرم ببین یعنی شکاف نسلی هنوز اتفاق نیفتاده کسانی که این صحنه ها رو دارن میبینن تو کربلا حضور دارند علست تو ابن نبی قم همه به ما نگاه کردن هیچ کسی شهادت نداد تو بچه پیغمبر اکرم هستی میدونید شدیدتر از این موضوع چه زمانی بود زمانی که مادر ما وارد مسجد شدن خطبه فدک رو خوندن یه مرتبه بغز کردن فهمودن نکنه شما میگید من بچه پیغمبر نیستم من دختر پیغمبر نیستم چون که لا اله الا الله چون که کافر که از مسلمان ارث نمیبره که اونا که نمیتونستن بگن پیامبر اکرم کافره ولی وقتی ارث فاطمه زهرا رو ندادن باید دو تا حرف میزدن یا میگفتن فاطمه زهرا کافره یا میگفتن بچه پیغمبر نیست فاطمه زهرا هر دو مورد رو گفتن گفتن نکنه میگید من کافرم یا میگید نکنه میگید من بچه بابام نیستم اینجا هم همه سکوت کردن تو کربلا وقتی امام حسین علیه السلام فرمود الست و ابن نبی یکم همه سکوت کردن منتها توی قضیه از زهرا همه گریه کردند توی این قسمت نفس المحموم شیخ عباس قومی نوشته سوت و کف زدن شادی کردن مسخره بازی کردن یعنی حسین ما رو مسخره نکن ما از تو مسخره تریم چه اتفاقی افتاد؟ ابا عبدالله الحسین فرمودن سلو زید ابن انس ابن مالک و زید ابن ثابت و برا ابن آزب بید این ستا بپرسید میدونید اینا کی هستند؟ امیر المؤمنین حکمت نهج البلاغه انس ابن مالک رو لعن کردن خدا تو رو به بیماری دوچار بکنه که نتونی اون رو بپوشونی تو چه قضیه ای؟ وقتی خطبه میخوندن توی بسره حضرت فهمودن آی جوانای نسل سوم انقلاب پیغمبر اکرم که ساختارهای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی صقیفه شما رو به این وضعیت کشونده آی جوانا من تو قدیر پیانبر دستمو بالا گرفت آی جوانا انا سمعت رنت شیطان حین نزول الوحی من شنیدم که وقتی وحی اومد کنار پیامبر اکرم بودم صدای جبرائیل رو میشنیدم خود پیغمبر اکرم فرمودن تو نمیبینی ولی میشنوی تو همراه من هستی تو وسیع من هستی آی جوونا تو جنگ خیبر من با دست خودم این در خیبر رو کندم سبعون رجلا نمیتونست این کار رو بکنه هفتاد مرد جنگی نمیتونست تکونش بده با شور امیر المؤمنین خطبه میخوندن بعد یه نفری گفتش که آره داشتم این استاگرام میدیدم دیدم یه روحانی داشت دقیقا همین جملات رو میگفت یک پیجی هست به نام خرافات کده همین یه روحانی داشت دقیقا همین جملات رو میگفت گفت, می گفت علی با دست خودش در خیبر رو کند هفتاد مرد جنگی تکونش نمیتونست دادن بدن در کتاب ارشاد مفید هست سند قطعی یعنی زیرش نوشون تاجاقا فیلم هندی دیده یه دونه استیکر داره میخنده دقیقا همین اتفاق زیر منبر امیر المؤمنین افتاد گفتن علی دروغ نگو بلونگو. ابن عبل میگفتش میفهم توی کتابش جلد جل 16 شرح نهج البلاغه میگه زیر منبر جوانو می میگفتن علی دروغ نگو یا علی توی مسجد یه نگاهی کردن دیدن انس ابن مالک اون گوشه نشسته گفتن انس تو که بودی تو کنار پیغمبر بودی تو شهادت بده من رابطم با پیغمبر چی بود تو شهادت بده قدیر رو تو شهادت بده قاره هرا رو یعنی انس گفتش که انسی تو یعنی فراموشانده شدم شیطان فراموشانده مرا یه مرتبه امیر بالای منبر نفرین کردن انس خدا لعنتت بکنه میبینی ولی انکار میکنی یه ساختار اقتصادی یه ساختار سیاسی این بلا رو سر مردم آورده بود مردم حق رو میدیدند اما نمیتونستند بیان بکنند گفتند فراموش کردیم ای خدا چه ساختار سیاسی اقتصادی فرهنگی باعث شد که امام حسین ده سال امام باشند در مدینه ده سال امام مسلمین هستند توی این ده سال یک سوال فقهی از امام حسین نمی شود اگر الان تو خیابون شما یه بچه طلبه با یقه آخوندی ببینی دلت میخواد یه سوال به نماز روزت بپرسی ده سال از فرزند پیغمبر توی مدینه توی مرکز تمدن اسلامی مدینت و نبی یک سوال فقهی از امام حسین نمیشه علامه یه طبع تبایی. میگه 35 هزار حدیث 36 هزار حدیث وسایل شیعه رو بررسی کردم از امام حسین یک سوال فقهی نشده است نقطه سر خط باور نمی کنی؟ روایتشو می خونم کتاب توحید صدوق سند عالی مرحوم صدوق محمدون سلاس سه تا محمد ما در اسلام داریم که بعد در قیروت کبرا دین اسلام رو نگه داشتن برای ما یکیش محمد صدوقه به دعای امام زمان به دنیا اومده یه کتابی داره به نام توحید صفحه هشتاد ان اکرمه دخل نافع ابن ازرق فل مسجد المدینه وارد مسجد مدینه شد نافع ابن ازرق دید ابن عباس بالای منبر داره تفسیر میگه ابو عبدالله الحسین گوشه مسجد نشستن آی قربون مظلومیتت بشم. کی های کی رو دارن گوش میکنن ابن عباس پسر عموی امیرالمؤمنین کسی که میومد خدمت امیرالمؤمنین زانو میزد میگفت آقا یه قطره تفسیر به من یاد بده. همون که گفت آقا به من تفسیر یاد بده حضرت بردنش یه گوشه فهمودن ابن عباس چی بهت بگم؟ گفت از سوره هم شروع کنیم آقا. و حضرت هم سوره هم رو بخوام بگم ده هزار بار شطور میشه ولی خلاصه رو بهت میگم کل هم تو بسم الله کل بسم الله تو با کل با تو نقطه و انا نقطه تو تحت البا این موضوع رو فعلا بفهم شاگرد تفسیری امیر داره تفسیر میگه نافع گفتش که ابن عباس خسته شدیم دیگه بس دیگه تفسیر از توحید بگو از خدا بگو از حقیقت عالم بگو یه مرتبه ابن عباس مکس کرد رو کرد به امام حسین اشاره کرد گفت هادا حقیقت العلم معادن الحکمه معدن حکمت اینجاست علم اینجاست علم الکتاب در سیده این آقاست برو از این بپرس اما عبدالله الحسین دیدن که نافع مردده آی فدای تواضعت بشم امام حسین یه نگاهی کردن فرمودن نافه الیه بیا پیش من من برات توحید میگم توحید اینجاست بیا بیا یعنی وسط مسجد مدینه جلوی این همه جمعیت نافه رو میکنه به امام حسین میگه لستو و ایا که اسال من با تو صحبت کردم من از تو سوال کردم که تو جواب میدی یعنی چه بیا پیش من من با تو کاری ندارم این میشه فرهنگ جهان اسلام چه ساختار اقتصادی این،, این،, تفکر رو توی نافع ایجاد کرد شما یقین بدونین زیرساخت فرهنگی و سیاسی جامعه برمیگرده به زیرساختهای اقتصادی جامعه ما یه رهبری داریم انگار یکم یک بیکار هستند ده ساله دارن هم میگن اقتصاد 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 و بعضی ها میگن چرا ایشون یه حرف دینی نمیزنه همون شعارهای سال مثلا سال امام حسینی و سال پیغمبر اکرم قشنگ بود دیگه هم میگه اقتصاد 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 لست و ایا که اسال. من با تو صحبت نکردم هفت نزم ببینم امام باقر علیه السلام کمیت رو دیدند فرمودند یا کمیت ما احریق مهجمتون من دم ولا اخذ مال من غیر هلهی ولا قلب حجر ان حجر الا ذاکفی اعناقه ما چرا این جملات رو امام باقر میگه؟ کمیت به خدا قسم هیچ خونی ریخته نمیشه مگر بر میگرده به اون انحرافی که در ساختارهای تمدن پیغمبر اکرم بعد از پیغمبر اکرم ایجاد شد لذا هر خونی که ریخته میشه بر میگرده به اون انحراف ساختاری یعنی چی؟ یعنی انحراف ساختاری که باعث میشه حاکمی در نهایت بیاد زیر اسلام رو کاملا بزنه و توی این صحنه است که هر مؤمنی وظیفه داره که خون خودش رو بریزه ولو یک نفر باشه تازه امام حسین که 72 نفر بود اگر تو اون صحنه امام حسین یک نفر بود باید کشته میشد چرا چون اصل دین زده شد سوال اصل دین چه زمانی زده می شود جواب ساختارهای سیاسی فرهنگی اقتصادی در جامعه منحرف شود و هر گناهی که تو جامعه اتفاق بیفتد طبق نص روایات ما برمیگرده به اون انحراف ساختاری و تا انحراف ساختاری درست نشود مهدی فاطمه نخواهد آمد یه به شما بگم اصلا دیگه امشب رو تمام چند دقیقه ما صحبت کردیم امشب آرزو من تمام فقط یه چیز به شما بگم عزاداری برای امام حسین علیه السلام سه تا حالت میتونه داشته باشه یک حالت مجلس ختمی همین حالت رو از امام صادق سوال کردن گفتم آقا چه وضعشه؟ هنوز امام حسین کشته نشده چرا شما شیعیانتون پا میشید میرین عزاداری میکنید بذارید امام حسین کشته بشه بعد برای امام حسین گریه میکنیم دیگه برای کی دارین گریه میکنید امام صادق علیه السلام مناسب با فهم اون شخص فهمودن که وقتی اذا حل هلال المحرم وقتی هلال محرم میاد از عرش خدا پیراهن خونی ابا عبدالله الحسین آویزان می شود و شیعیان ما بالبصیره لا بالبصر این پیراهن خونی رو مشاهده میکنن کنن فتنفجر و دموع هم این عشق منفجر میشه عشق میریزه بیرون دست خودشون نیست یعنی چی؟ یعنی حرکت امام حسین حالت مجلس ختمی نیست حرکت امام حسین برای اصلاح ساختارها بود مثلی لا و مثله دائما این جملات رو تکرار میکنن تا مثل امام حسین در شرایط امروز در برابر مثل اون ساختار یزیدی به ایستد مجلس ختمی که نیست دومین حالتش مبارزاتی است عزاداری مبارزه ای سال چ... شما نوع بیانات از تمام سال 42 رو ملاحظه بفرمایید آی مردم آی ازاداران عبا عبدالله الحسین امروز دیگر سکوت جایز نیست وقتی که یک سگ آمریکایی در برابر فلان این نوع ادبیات رو نگاه بکنید این نوع ازاداری مبارزاتی است آی مردم شما که برای امام حسین دارین گریه میکنید امام حسین میخواست اون حاکمیت یزید رو در برابرش بیسته ما از این نوع ازاداری هم عبور کردیم قطعا ما امروز دیگه اینجوری نباید با این ادبیات صحبت بکنیم لازم هم نیست الان ما مردم رو دعوت به یک مبارزه ای بکنیم گر تو بهتر میزنی بستان و بزن امروز ازاداری ما ازاداری مدل سازی و ساختاری است حاکمیت رو داریم چه مدل باید حاکمیت داشته باشیم تا که بنیانن بنیان و مرسوس باشیم شما هر روز صبح که برای دعای عهد میخونید میگیم که خدایا ما رو جزو انصار و شیعیان حضرت مهدی قرار بده که انهم بنیان و مرسوس من میخوام تو اون بنیان مرسوس جز اعضای اون بنیان مرسوس باشم چه ساختاری رو ساختار بنیان مرسوس دوره امام زمان علیه السلام هست ما الان ازاداریمون ازاداری مدل سازی و ساختاریه ما الان زمان یزید رو بررسی نمی کنیم. ما الان باید بریم یه قدم عقبتر حکومت اسلامی جامعه اسلامی یا نمیدونم چی بگم جامعه اسلامی رو باید بیام بررسی بکنیم که توی اون جامعه اسلامی با شعار اسلام با شعار قرآن ساختارهای غربی و شرقی رو حاکم کردند و تو دل اون ساختارها یه مرتبه معاویه اطراف خودش رو نگاه کرد گفت چرا ما بگیم خلیفه پیغمبر چرا ما بگیم که افراد صالح باید بیان سر کار ما حکومت رو میکنیم پادشاهی من پادشاه پسرم یزید بعد از من به ارث میرسه پادشاهی یزید یه حتی اومد گفتش که من چجوری الان اومدم حاکم شدم به عنوان خلیفه اسلامی نه به عنوان جانشین پادشاهی بابام اومدم یاد گفت من چرا الان بگم قرآن و خدا خب میگم لعبت هاشون بلمک فلا جا خبرون زیرا به کلشو میزنم و اون زمانی که در اثر ساختارهای غلط حاکمی بیاد زیرا به کلشو بزنه اونجا سکوت دیگه جایز اونجا تقیه دیگه جایز اونجا مبارزه پنهانی دیگه جایز نیست اونجا باید کشت خودش آدم کاری که ما حسین کرده حالا ما یه مرحله میریم عقب ما از دوره انقلاب گذشتیم اونجایی که دیگه سکوت جایز نبود اونجایی که بریم جلوی تیغ اونجایی که تو خیابون 17 شهر و میدون جاله و اینا اومدن جلوی گفتن سکوت جایز نیست ما از اون مرحله گذشتیم من نمیدونم چرا ان سبک و سیاق بعضی از عزاداری برگشته به میدون جاله میدون جاله الان دیگه معنا نداره ما چه مرحله‌ای هستیم ما بعد بیم بررسی بکنیم بگیم ساختار اقتصادیمون الان چه شکلیه آیا ساختار اقتصادیمون شبیه ساختار اقتصادی امام کش هست یا نیست؟ تعارف نداریم. اصلا مجلس امام حسین مال جای تعارف نیستش که مجلس امام حسین خون جلومون الان. خون جلو چشمون رو گرفته الان. این خون جلو چشمونه. نه اینکه جلو ما باشه. چی بگم؟ متوجه شدیم؟ خونه زنده اون خونه داره میجوشه الان امام حسین اول صحبتام چی گفتم فهمودن خونه داره میجوشه و باید مواظبت بکنیم اون ساختاره دوباره امکان داره یه بلایی سر ما بیاره این موضوع بحث های ما در این ایام است صلی الله علیه یا ابا عبدالله صلی الله علیه یا ابا عبدالله صلی الله علیه یا ابا عبدالله حضرت سکینه شب آشورا اینجوری برای ما نقل میکنند که میگن من میکن کنار خیمه بابام عبا عبدالله الحسین داشتم تماشا میکردم پدرم رو یه مرتبه مشاهده کردم که پدرم به شدت سرشون رفت داخل پا قصدار و نظر تو الا ابی وجد تو قد نکس رأسهو فی رجلی فی حزن و کرب حضرت سرشون دو، بین دو زانو قرار دادند از شدت قصه فلان ما رأی تو ظالکه فخنقت فخنقتنی به شدت بغض گلوی من رو گرفت و قلتو اللهم انهم خذلونا فخذلهم ولا تجد دعاءهم خدای این دشمن ما رو اینجوری توی غم و قصه برده بابام اینجوری الان داره اذیت میشه خدای انتقام ما رو بگیر این از سکین است بعد میگه که من داشتم همین صحنه نگاه میکردم که بابام سرشون اینجوری رو زانوشون بود یه مرتبه دیدم پسر عموم حضرت قاسم اومدن جلو گفتن اما من فردا شهید میشم یا نمیشم عجب با معرفت عزاد قاسم عجب با معرفت, عجب با معرفت. یه آدمای تو کربلا هستن تمام چشم نگاه میکنن به مولاشون امام حسین هر جا میبینن امام حسین در نهایت شکستگی فرو رفتن اینا میان جان امام حسین رو حفظ میکنن حالا اینا باید تک تک تو روزه ها بگن مثلا شب آشورا امام حسین شکسته شدن یه مرتبه یه آقایی به نام قاسم اومد جلو آقا من فردا شهید میشم اما حسین دید این خیلی جلوتر است آنچه که باید باشد هست حضرت فهم بودند قاسم جان به نظر تو شهادت چه شکلیه تو چه شاد قاسم گو اهلا من الاسل با آقا از اصل برای من شیر خیلی دوست دارم شهادت رو یعنی ابا عبدالله و فهم بودند بله قاسم جان تو شهید میشید ولیکن بعد ان تبلو به بلا عظیم قاسم خیلی بلا کشی آماده هستی خیلی و هو غلام صغیر لم یبلغ الحلم <applause> یه غلامی بود که هنوز به سن بلوغ نرسیده بود ثم استعذن الحسین اومد جلوی ابا عبدالله الحسین فابل حسین امام حسین اصلا قبول نمیتونن بکنن ان یعذن له فقال یا ابن الاخ انت من اخی علامه تو یادگار داداشم هستی داداشم لحظه شهادت اونجایی, شهادت اونجایی که پاشون رو پای من بود توصیه شما و داداش جانت رو به من کرده من نمیتونم من باید از یتیم فعمل یتیم من شاید به خاطر این آیه قرآن بود وقتی که قاسم دیگه افتاد به دست و پای عبا عبدالله الحسین طبق نس مقاتل که افتاد به پای امام حسین اینجا ماموزن یاد این آیه قرآن افتاد ف عمل یتیم فلا تنها تو حق نداری یتیم رو برونی این داره التماست داره میکنه اذا ابو الحسین اجازه دادم اجازه دادم در بعضی از مقاتل هستش که حضرت قاسم فرمودند بابام فرمود اداره ای عمک الحسین فی کربلا و قد احاطت به الاعدا وقتی که دشمن و محاصرش کردن سلاسون الف سی هزار نفر محاصرش کردن قاسم تو باید بری از عمو حمایت بکنی لذا اینجا بود که ابا عبدالله الحسین اجازه دادن فلا ما نظر الحسین قد برزه وقتی قاسم آماده شد جعلا یبکیانتا خوشی علیه ابا عبدالله حسین ها گریه کردن که حالت قش افتادن هر دوشون گریه کردن اینجا باز توی مقاتل مرحوم شیخ جعفر آقای شوشدری میگه میگه که به نظر من علت این که ابا عبدالله الحسین اینجوری گریه کردن یاد اون لحظه افتادن که امام حسن مجتبا لحظه آخر شروع کرد گریه کردن با عبدالله لوزای فهمدن داداش تو اینجوری گریه میکنی ازت فهمدن لا یا اون که یا اون که یا عبا عبدالله کیه که برای تو گریه نکنه هیتان البحر سباق الوحوش فل فلوات گرگا برای تو گریه میکنن ماهی برای تو گریه میکنن من چرا گریه نکنم خیلی بلند بلند امام حسن گریه کرد اون گریه تو خاطر امام حسین مونده لذا وقتی قاسم شروع کرد گریه کردن ابا عبدالله الحسن قش کرد یا دادا تو مغزل هست که ان وجهه هوش و غمند و خرج غلام غلام خارج شد صورتش ماه پاره بود و علیه قمیس و ازار زره نداشت فقط یه پیراهن پوشیده بود زره نیاز نداری تو بچه حسنی که حیبت تو به چشمانم آشنا آمد پسرم عزیزم برو به میدان انی انا القاسم من نسل علیین شروع کرد رجز خوندن حازل حسین کل اصیل مرتحن این اموجانم ابو عبدالله حسین ببینید غریب شده اینجا بود, اینجا بود که مسلم ابن حمید ابن مسلم میگه میگه والله لعشدن علی خیلی سخت بر قاسم گرفتن همه اومدن قاسم رو محاصره کردن فلا ما والله حتی ذربرا بالعمود وقتی قاسم میخواست برگرده یه عمود آهلی اومد به سر قاسم اصحانه فصاح الحسین سیحتن ابا عبدالله الحسین یه نعره بلندی کشید انجلت القبرتو فرعیت الحسین قائما على رأس الغلام و هو یفحس برجلایه یه مرتبه بابا زین اومد بالا سرش دید غلام داره پارو زمین میکشه کاش نمیدید تنت کین چنین جان دهی و پای زنی بر زن اینجا امام زمان علیه السلام روزه قاسم رو میخونه السلام علی القاسم المضروب حامته سلام بر پسر عمو جانم قاسم اون آقایی که تا فرق سرش کامل شکافته شده بود هین ناد الحسین ابا عبدالله الحسین صدا زد بعدل قوم قتل خدا لعنت بکنه اون کسی که این بلا رو سر تو آورد ثم حمله و علا صدره ابا عبدالله الحسین تو رو به سینه گرفت لا اله الا الله که انی انظر و الا رجل غلام. راوی میگه من دیدم پای غلام به زمین کشیده میشد اینجا قد قاسم کمی کوتاه بود اما پاش رو زمین کشیده میشد یه آقای رو تو کربلا سراغ دارم قدش خیلی بلند بود اما قتلوه او به سیوفن اربن اربا نزا چیزی از این بدن ما